سرتیپ یحیا رسول سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق روز گذشته دوشنبه از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند تروریستی داعش در الانبار خبر داد وی در بیانیه اعلام کرد طبق دستورات فرماندهی کل نیروهای مسلح دستگاه مبارزه با تروریسم به تلاشهای اطلاعاتی و عملیاتی علیه باندهای تروریستی داعش ادامه میدهد و نخستین وظیفه خود را در استان الانبار انجام داد و نیروهای ما موفق به شناسایی و دستگیری اعضای یک باند تروریستی داعش متشکل از شش تروریست در الفلوجه و الرمادی شدند و با سرعت عمل به موقع مانع فرار این تروریست ها از چنگال عدالت شدند. وی همچنین از دستگیری یک تروریست در منطقه ابو غریب واقع در بغداد خبر داد و گفت چگونگی عملیات ذکر شده برای دستگاه مبارزه با تروریسم از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا مانع از حضور عناصر شکست خورده در شهرهای امن می شود مرزهای عراق و سوریه در همسایگی استانهای نینوا و الانبار از مهمترین مناطق نفوذ تروریست ها از سرزمین های سوریه به عراق به شمار می رود. اما بغداد از سال گذشته به منظور پر کردن خلاهای های امنیتی در مرزهای مشترک با سوریه اقدام به تقویت و تجهیز مغرهای خود در مرز و نصب دوربین های حرارتی کرده که به اذعان مقامات عراقی این اقدام کمک شایانی به رسد عملیات نفوذ عناصر داعش از خاک سوریه به مناطق غربی عراق کرده است عراق از زمان سرکوب داعش در سال 2017 به طور جدی برای تأمین مرز خود با سوریه فعالیت می کند زیرا عناصری از بقایای گروه تروریستی داعش همچنان در این منطقه و بین دو کشور تردد می کنند.